سلام سلام، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان. به چند تا معجزه قرآن نگاه کنیم. مثل نقل و نبات معجزه قرآن ریخته. البته این معجزات افاضات قرآن نیست، بلکه ادعاهای مسلمانهای عزیز هست که هی دوست دارند برای قرآن معجزه تراشی کنند و تاییدیه علمی براش جمع کنند. خبر ندارن که با این کار مفاهیم کتاب دینی خودشون رو به بازی میگیرند. یک مورد این که گفتند قرآن به منحصر به فرد بودن اثر انگشت انسانها اشاره کرده، در حالی که در قرن 19 این موضوع کشف شده و این رو معجزه قرآن گفتند. این ادعا بر اساس این عبارت قرآن بوده که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. البته حتی خطوط سر افزوده مترجم هست. در عربی بنان به معنای انگشتان هست. امروزه علاوه بر معنی انگشتان، معنی سرانگشتان هم برای اون میگن و مفرد اون بنانه هست به معنای انگشت. در انگلیسی به موز میگن بنانا، در واقع از همین کلمه بنانه عربی گرفته شده، نه که موز شبیه انگشته. قرآن دو جا از این کلمه استفاده کرده. یک جا در سوره انفال آیه 12 به مسلمانهای عزیز سفارش کرده که فراز گردنها رو بزنید و همه سرانگشتان رو قلم کنید، به از این آیات. و در سوره قیامت آیه 4 نسبی بنانه، انگشتان او رو موزون و مرتب کنیم، یا سرانگشتان رو موزون و مرتب کنیم. اما دیگه خطوط انگشتان، اثر انگشتان، اینها اضافه کردن به معانی قرآنه. دیگه منحصر به فرد بودن خطوط اثر انگشتان، دیگه معلوم نیست این همه معانی از کجا اومده، چه شده معجزه قرآن. یک کلام گفته میتونیم انگشتان رو مرتب کنیم، بچینیم. به طور معمول چهارتاش ردیفه، چهارتاش رو ردیف بچینیم، دیگه معجزه علمی منحصر به فرد بودن خطوط اثر انگشت. ای بابا، اولا اثر انگشت هم منحصر به فرد نیست، فقط احتمال یکی بودنش بین دو انسان کم هست. بعد هم عبارات قرآن چنین معانی رو نمیده. به خاطر معجزه تراشی معانی کتابتون رو عوض نکنید. مورد دیگه از معجزات قرآن اینه که گفتند و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از پاره کوها و خلاصه خانه هایی برای خود درست کن. اتخذی برای مؤنث به کار میره. وقتی در این آیه به کار رفته، یعنی نحل یا زنبور عسل رو مؤنث خطاب کرده که برو خونه بساز. این رو سایت های اسلامی میگن و میگن تنها 300 سالی که انسان پی برده که زنبورهای کارگر که خونه میسازند ماده هستند و نر نیستند. و قرآن با به کار بردن ضمیر مؤنث نشون داده که این نکته علمی رو از 1400 سال پیش میدونسته و این معجزه علمی است. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که در زبان عربی افعالی که برای اسم مذکر به کار میره با افعالی که برای اسم مؤنث به کار میره متفاوت هستند. خب اگه اون اسم مورد نظر جنسیت داشته باشه، مثل آقا شاه غلام و بتول خانم، که هیچ. اما اگه جنسیت نداشته باشه چی؟ مثل خورشید و ماه. خب در زبان عربی خودشون جنسیت مجازی تعیین میکنند. مثلا میگن خورشید مؤنث باشه و ماه مذکر باشه، کتاب مذکر باشه و مدرسه مؤنث باشه، همینجوری الکی. اون وقت بر اساس این جنسیت مجازی افعال رو استفاده میکنند. همینطور اسمهای کلی مثل زنبور و مگس و حشره که در زبان مردم نر و ماده ندارند و به زبان عربی یکی رو مؤنث مجازی میگن و دیگری رو مذکر مجازی تا بتونن افعال عربی رو براش به کار ببرند. و در این میان نحل یا نحله به معنای زنبور عسل در زبان عربی مؤنث مجازی هست.
یعنی هر کس هر زمان بخواد به زبان عربی در مورد زنبور عسل حرف بزنه، به طور کلی باید فعل مؤنث به کار ببره و این ربطی به جنسیت واقعی اون زنبور نداره. همونطور که برای کلمه انسان ضمیر مذکر به کار میره، یا برای کلمه قریش ضمیر مؤنث به کار میره و اون ربطی به جنسیت انسانهای قوم قریش نداره. اینها قواعد زبان عربی هستند، نه معجزات قرآن. مگه وقتی قرآن ضمیر مؤنث برای خورشید به کار میبره، کسی میگه که قرآن به اشتباه فکر کرده که خورشید ماده است و نر نیست؟ نه دیگه، میگن این جزو قواعد زبان عربی است. خب ضمیر مؤنث برای زنبور عسل هم همینه. برای قرآن معجزه تراشی نکنید. و علاوه بر اون، باز برخی مسلمان ها معجزه تراشی کردند و گفتند که قرآن گفته یخرج من بطونها شراب مختلفون. این بطونها یعنی میگه از شکمش خارج میشه. این هم یک چیز عجیبی است. ما که میدونیم از شکمش که خارج نمیشه که، این که از دهانش خارج میشه. ما اونها میگن پیامبر این نکته رو از کجا میدونسته که عسل در شکم زنبور ساخته میشه؟ ای بابا، یعنی قرآن هر حرف معمولی که زبانش در بیاد مسلمونا میگن معجزه است. جایی نگفته که عسل در شکم ساخته میشه. خب همیشه وقتی کسی چیزی رو از راه دهان میخوره میگن وارد شکم شده دیگه، شکمش پر شده. انما یأکلون فی بطونهم، خوردن رو در شکم میگن دیگه. خب خارج شدن از دهان رو هم از شکم میگن، این طبیعیه. این دیگه ربطی به آناتومی زنبور نداره. اگه عسل در سینه زنبور بود، آیا میگفتید که قرآن اشتباه کرده؟ و باز شوق معجزه تراشی کاری کرده که مسلمان ها گفتند مکه اصلا زنبور نداشته و همین که پیامبر از زنبور گفته خودش معجزه است. پس وقتی که کشاورزی نباشه زنبور اصلا نبوده و این سوره نحل در مکه نازل شده. انگار که پیامبر از پنگوئن تعریف کرده. خب به هر حال حتی اگه مکه زنبور نداشته، باز بالاخره عرب‌ها دیگه زنبور رو و عسل رو میشناختن دیگه. وگرنه از پیامبر سوال میکردند و آیه نازل میشد. یسالونک عن النحل قل النحل من حشره یخرج من بطونها عسله. و در آخر مسلمان های عزیز برای عسل خاصیت ویژه‌ای قائل هستند. ما بذارید ما یک بحث مفیدی به فایده‌ای ببریم، حالا که قدرت خدا، چون که گفتیم نعمتی است که الله فرستاده. شما میدونید 10 برابر سریعتر از هر دوای دیگری عسل سوختگی رو شفا میده و به نظرم خداوند سوختگی رو در هیچ خونه نیاره، در هر خونه باید عسلی باشه برای اینکه خدای نخواسته اگه سوختگی شد. یعنی این چیز ثابت شده، علمی هم هست، اگر حرف ما رو قبول ندارید. بله آقا، نکنید این کار رو، عفونت میکنه. پوست محافظ بدن هست، اما وقتی ملتهب باشه، قرمز باشه، سوخته باشه، مقاومتش رو از دست میده، نفوذ پذیر میشه، به راحتی عفونی میشه. اون وقت عسل که استرلیزه نیست، میزنید کلی باید آنتیبیوتیک به خاطرش مصرف کنید. آخه یعنی چی 10 برابر سریعتر از هر داروی شفا میده؟ مگه توی دهات قرن 4 هستیم؟ آخه دکتر نیست، دبا نیست، ای بابا فیسبوک من که هست، فیسبوک من رو فراموش نکنید، من زوز هستم.